سرخط خبرها مهم و تازه. بیش از 1000 مهاجر در یک ماه از ترکیه بازداشت شدند. طالبان 4 تن را در غزنی و لوگر در معذر عام شلاق زدند. یک جوان 20 ساله در بدخشان خودکشی کرد. بیانیه مشترک ایران و پاکستان: وجود سازمان‌های تروریستی در افغانستان تهدید برای امنیت منطقه و جهان است. و همچنان در پایان، تحفه امشب ایران به احمد مسعود، ایران چاره حبت الله و ملا یعقوب را کرد. مشروع خبرها بر بنیاد گزارش ها 1096 مهاجر غیر قانونی که شمار زیاد از آنان شهروندان افغانستان و پاکستان هستند، تا یک ماه از ولایت ادیرنه در شمال غرب ترکیه بازداشت شده است. خبرگزاری ترکیه‌ای گزارش داده است که این افراد توسط نیروهای ژاندارمری ترکیه بازداشت شده است. در گزارش آمده است که شمار زیادی از این افراد تابع افغانستان و پاکستان هستند و پس از طی مراحل قانونی به اداره مهاجرت ادیرنه منتقل شده است. گفتنی است که با روی کار آمدن طالبان در افغانستان، شمار زیادی از شهروندان کشور به خصوص جوانان و نظامیان پیشین به دلیل مشکلات اقتصادی و امنیتی راهی ترکیه و سایر کشورها شده است. در ماه‌های اخیر شمار زیادی از افغان‌ها از ترکیه، ایران، پاکستان اخراج و به کشور برگشتانده شده بودند. طالبان 4 تن را در غزنی و لوگر در معذر عام شلاق زدند. منابع ملی در غزنی و لوگر از جای حکم شلاق به 4 تن در این دو ولایت خبر داده است. منابع از غزنی میگویند که طالبان پیش از چاش روز چهارشنبه 3 تن را در اولسولی دی یک این ولایت به اتهام سرقت در معذر عام شلاق زده است. به گفته منابع، 2 تن از این افراد به 39 ضرب شلاق و 2 سال حبس تنفیذی و 1 تن دیگر به 35 ضرب شلاق و 1 سال و 6 ماه حبس تنفیذی محکوم به مجازات شده است. در همین حال منابع از ولایت لوگر نیز تایید کرده است که طالبان پیش از چاشت دیروز یک مرد را در ولسوالی محمد آقین ولایت به اتهام رابطه خارج از ازدواج شلاق زدند. یک جوان 20 ساله در بدخشان خودکشی کرد. منابع ملی در بدخشان از خودکشی یک جوان در این ولایت خبر می‌دهد. منابع میگویند که این جوان حوالی ساعت 12:33 شنبه شب در ولسوالی شیخنان ولایت بدخشان با خوردن دوای مرگ موش خودکشی کرده است. نام این فرد فردوس بود و 20 سال سن داشت. منابع افزودند که فردوس به دلیل فقر و تنگدستی دست به این عمل زده است. طالبان در بدخشان تا اکنون در این مورد چیزی نمیگوید. افغانستان انترنشنال گزارش می‌دهد جبهه مقاومت ملی می‌گوید سوء تفاهم درباره بازداشت 4 عضوش در ایران رفع شد. جبهه مقاومت ملی اعلام کرد در پی تحقیقات نهادهای جمهوری اسلامی ایران، سوء تفاهم در مورد بازداشت و هویت 4 عضو این جبهه رفع شده است. ماه گذشته پلیس ایران 4 نفر از بستگان خیر محمد اندرابی، فرمانده مشهور جبهه مقاومت ملی افغانستان را به اتهام عضویت داعش بازداشت کرده بود. جبهه مقاومت گفته این 4 عضو جبهه مقاومت ملی افغانستان به تاریخ 7 عمل در اثر یک سوء تفاهم که ریشه در شرایط پیچیده امنیتی منطقه داشت، در شهر کرج توسط پلیس ایران بازداشت شده بود. مقام‌های جمهوری اسلامی در این مورد چیز نگفته است. این جبهه روز چهارشنبه در ادلایه نوشت که پخش خبر بازداشت اعضایش سبب نگرانی از آن آمد در ایران و افغانستان شده بود. این جبهه در مورد هویت این 4 نفر جزئیات نداده است. جبهه مقاومت گفته که از ابتدا بازداشت این افراد اطمینان داشته است که با بررسی دقیق و تبادل معلومات این نگرانی و سوء تفاهم رفع خواهد شد. در ادلای جبهه مقاومت آمده است خوشبختانه با تلاش‌های مسئولانه و بی‌وقفه نهادهای مربوطه جمهوری اسلامی ایران، هویت و جایگاه واقعی اعضای این جبهه روشن شد و آنها از اتهامات وارده برائت گرفتند. مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی پیشتر گفته بودند که این افراد از واحدهای تروریستی داعش بودند که در پی اشراف اطلاعاتی و گسترده سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی استان البرز و همراهی و همکاری در شناسایی تروریست‌ها توسط شهروند مسئولیت‌پذیر دستگیر شده است. در پی بازداشت این افراد، منابع نزدیک به جبهه مقاومت ملی افغانستان گفته بودند که افراد دستگیر شده از بستگان خیر محمد خیر اندرابی، فرمانده مشهور جبهه مقاومت ملی افغانستان هستند که از خطر انتقام گیری طالبان به ایران پناه برده بودند. جبهه مقاومت ملی افغانستان تاکید کرده است که همواره در خط مقدم مبارزه و مقاومت علیه گروه‌های افراطی و تروریستی در منطقه قرار دارد و نگرانی‌های جمهوری اسلامی ایران را در خصوص امنیت ملی این کشور به درستی درک می‌کند. جبهه مقاومت تاکید کرده که فعالیت گروه‌های تروریستی به یک معضل جدی در جهان و منطقه تبدیل شده است. امریکا 2 شرکت و 4 فرد مرتبط با سپاه پاسداران ایران را تحریم کرد. وزارت خزانه‌داری امریکا اعلام کرده که 2 شرکت و 4 فرد مرتبط با سپاه پاسداران ایران را به اتهام حملات سایبری بر شرکت‌ها و نهادهای دولتی ایالات متحده تحریم کرده است.
این وزارت در بیانیه نگاشته که این افراد متهم به حملات سایبری بر 12 شرکت و نهاد دولتی آمریکا هستند. در این بیانیه آمده است فرماندهی سایبری و جنگ الکترونیک سپاه پاسداران ایران به حملات سایبری علیه شرکت‌ها و نهادهای دولتی آمریکایی اقدام کرده است. بریان نلسون معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور مبارزه با تروریسم اطلاعات مالی در این مورد گفته است افراد و شرکت‌های تحریم شده ایرانی با حملات هماهنگ و چند جانبه که به هدف اختلال در زیرساخت‌های اساسی و آسیب زدن به شهروندان ما انجام می‌شود ادامه می‌دهند. نلسون خود نشان کرده است که ایالات متحده به شناسایی عملیات این شبکه‌ها و از کار انداختن آنها ادامه می‌دهد. تهران تا اکنون در این مورد واکنش نشان نداده است. این در حالی است که هفته گذشته نیز آمریکا و بریتانیا در پاسخ به حملات موشکی و پهپادی ایران بر اسرائیل تحریم‌هایی را علیه برنامه نظامی و توسعه فناوری‌های پهپادی ایران اعمال کرده بودند. به دنبال این تحریم‌ها واشنگتن به شرکت مستقر در تایلند هشدار داده بود که در صورت تخلف از این تحریم‌ها حدود 20 میلیون دلار غرامت پرداخت کند. وزیر دفاع روسیه معاونش را به اتهام دریافت رشوه برکنار کرد. سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه معاون خود را به اتهام دریافت 1 میلیون روبل یعنی 10800 دلار رشوه برکنار کرده است. خبرگزاری روسی گزارش داده که تیمور آیوانوف به دستور شویگو از معاونیت وزارت دفاع این کشور برکنار شده است و در صورت محکومیت نهایی ممکن به 15 سال زندان محکوم شود. ایوانوف تا برگزاری حکم دادگاه در 23 جولای سال جاری در بازداشت خواهد بود. با این حال دنیس بالیوف وکیل معاون برکنار شده وزارت دفاع روسیه گفته است که خواستار بازداشت خانگی ایوانوف خواهد شد. ایوانوف از سال 2016 در سمت معاون وزیر دفاع روسیه فعالیت کرده و یکی از طلایان جنگ علیه اوکراین و متحد نزدیک شویگو به شمار می آید. وی همچنان مسئول پرونده بازسازی شهر ماریوپول در اوکراین بود که بر اثر جنگ بخشای زیادی از آن ویران شده است. ایوانوف با داشتن یک زندگی تجملات در روسیه معروف است. ماریا پوچیخ رئیس بنیاد ازاد فساد وابسته به الکسی ناوالنی رهبر فقیر اپوزیسیون روسیه در گفتگو با CNN مدعی شده که جنگ اوکراین ایوانوف را ثروتمندتر کرده است. بر اساس ادعای وی فساد و ثروت معاون برکنار شده وزیر دفاع روسیه را بیشتر کرده و یک خانه قدیمی در گرانترین قسمت شهر مسکو از جمله دارایی‌های ایوانوف است. پیش از این آمریکا و اتحادیه اروپا این مقام برکنار شده روسیه را به دلیل جنگ در اوکراین تحریم کرده بود. روسیه قطعنامه شورای امنیت در مورد عدم استقرار سلاح‌های هسته‌ای در فضا را اوتو کرد. روسیه قطعنامه پیشنهادی آمریکا و ژاپن در شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد عدم استقرار سلاح‌های هسته‌ای در فضا را اوتو کرده است. این قطعنامه در نشست چهارشنبه شب 24 اپریل شورای امنیت برای گذاشته شده بود. 13 عضو این شورا به قطعنامه پیشنهادی آمریکا و ژاپن رأی مثبت دادند، اما چین یکی از اعضای دائم شورای امنیت رأی ممتنع داده و روسیه دیگر عضو این شورای آن را اوتو کرده است. این قطعنامه جهت تایید به 9 رأی موافق از جمله آمریکا، روسیه، بریتانیا، چین و فرانسه که اعضای دائم شورای امنیت هستند نیاز داشت. تشکر که تا این دم با ما بودید. شب و روزتان خوش. خدا نگهدارتان.